بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام احترامات خود خدمت کافه ملت افغان تقدیم میکنم. امید است که جور صحتمند و خوب باشید. هموطنان عزیز و گرامی، ناگزیر باید به اطلاع هموطنان عزیزم
در هر جایی که هستند با کمال حرمت و خدمتگزاری برسانم که یک تعداد زیادی از هموطنان عزیز و گرامی چی از امریکا، چی از اروپا و چی از داخل وطن عزیز از شهر کابل و ولایات از من جدا تقاضا نمودند تا کاندید ریاست جمهوری آینده باشم. گرچه من خود را در عجله بر اخذ این مقام بزرگ نمی کنم، با آن هم تقاضای دوستان، عزیزان و هموطنان را نادیده نگرفته، البته در نظر دارم سفر به وطن عزیز مخصوصا در ولایات داشته باشم که بعد از مذاکره و موافقه هموطنان چی با بزرگان قوم، چی دانشمندان و چی جوانان و استادان پوانتون ها داشته باشم. در صورت موافقه موضوع را خدمت هموطنان ابلاغ خواهم نمود. با تشکر فراوان صدیق متین، مؤسس و بنیانگذار دیورنجرگه. هموطنان عزیز، به شما معلوم است که از مدت چندین سال است به اساس تحریک و مخالفت دشمنان افغانستان، مخصوصا دو همسایه نزدیک یعنی پاکستان و ایران، تبعیضات قومی، قبیله‌ای، نژادی، لسانی و مذهبی در وطن عزیز ما دامن زده شده و می شود. تا مردم شریف و وطن دوست افغانستان را چندین پارچه نموده و خواسته های شوم خود را به ملت جنگ زده و ستم دیده ما تحمیل کنند. هموطنان گرامی، امید و آرزوی من از شما ملت نجیب افغان و تک تک مرد، زن و جوانان این است که هوشیار باشید، عقل و خرد را دست نداده و به تحریکات دشمن سوگند خورده افغانستان فریب نخورده، اتحاد، برادری، برابری و افغانیت خود را، چی تاجک هستید، چی پشتون هستید، چی هزاره و چی ازبک، نورستانی هستید، از دست نداده یک افغان دوست و متحد باشید. و یقین دارم که با اتحاد بودن همه افغانان عزیز، دشمن قسم خورده خود را شکست داده و خود پیروز می شوند. زنده باد ملت نجیب افغان، زنده باد آزادی و استقلال. با احترام، صدیق متین. خواهرا و برادرای عزیز، از بدو تاسیس دیرانجرگه اهداف مهم را ما تعقیب کردیم و ما می خواهیم کو اهداف دوباره خدمتتان قرائت کنم. ما در نظر داشتی 100% حاکمیت ملی، ترقی و تعالی افغانستان عزیز، حق مساوی اقتصادی و ملی برای همه هموطنان ما، 100% تمامیت اردی و ماو خط دیورن لاین، دفاع از حقوق زنان افغانستان، با وجود آوردن یک افغانستان واحد، محو گرسنگی برای کافه ملت افغانستان، با وجود آوردن یک سیستم قانون برای کافه ملت افغان، اتحاد و اتفاق برای کافه ملت افغان، خلاصی از دست پلید پاکستان در امور داخلی افغانستان و دوباره به دست آوردن خاکای ما و عل معزله خط دیورن از اهداف والای مردم افغانستان در چندین سالهای مزید بوده است. دیورنجرگه از این به بعد به دولت پنجابی آیسای اختار می دهد اگر دیورنجرگه روزی با تمام اتباع افغانستان قدرت را به دست آورد،
به کمک خداوند جل و جلاله بهتر است که راکت هایتان را به طرف افغانستان روان نکنید. چی؟ با روی کار آمدن دیرانجرگه دولت و ملت یک جامعه باشد. دیرانجرگه موظف پوره کردن آرزوهای والای مردم خواهد بود. ما آرزو نداریم که با مردم پاکستان کدام مشکلی داشته باشیم. تنها و تنها رژیم قاتل نظامی پاکستان است که بر ضد مردم افغانستان عمل می کند. تمام اعضای دیرانجرگه خاتم ملت خواهد بود. هیچ وقت قدرت در دست خائنین نخواهد افتاد. باز هم دیرانجرگه مصروف پوره کردن آرزوهای ملی ملت افغانستان خواهد بود. به طور عمومی اگر کسی خود را به حیث رئیس جمهور انتخاب می کند باید تجربه بین المللی و ملی داشته باشد. نه کاری کند که منافع خودش ایجاب می کند. مردم افغانستان از همچو اشخاص عبا ورزد. انتخاب کردن یک شخص به حیث کاندید ریاست جمهوری به اساس یک علاقمندی ملی و خدمت به ملت باشد، نه به اساس خواهشات نفسانی و قدرت به دست آوردن. ما توانستیم که 85 میلیون دلار را بالای پاکستان بند کنیم، حمله پاکستان را استاد کنیم، انقلاب آزادی و ملت دوستی را به وجود آوریم، حراس از رژیم قاتل آیسای را از بین بردیم، علاقمندی برای خدمت به وطن 1000% بالا بردیم. هر شخصی که خود را کاندید می کند قدرت شاخ در شاخ مبارزه را مثل ما با پاکستان داشته باشد، در غیر آن با کار بار خود مصروف باشد. بیایید همه با اتحاد دور یک شخص ملی جمع و آرزوهای کافه ملت افغانستان را برآورده بسازیم. ما عقیده داریم هر عملی را عکس العملی است و ما به دولت پاکستان ابلاغ میکنیم که راکت پرانی های خود به طور فوری استاده کنه. خواهران و برادران عزیز و گرامی، افغانستان یک دولت آزاد و مستقل است. از این که پاکستان تقاضا میکنه که تمام معاملات دولتی به اجازه پاکستان شود، ما به دولت پاکستان ابلاغ میکنم که افغانستان یک تاریخ 5500 ساله داره و این افغانستان بود که مردم پاکستان مسلمان ساخت. باید دولت پاکستان ایره بفهمه که مردم افغانستان طرفدار صلح و برادری است. دولت پاکستان باید آگاه باشه که مردم افغانستان دیگر در معاملات ملی و بین‌المللیش دیگر مداخله نکنه. موضوعی که بسیار مهم است، دولت افغانستان و مردم افغانستان در طول تاریخ با مردم و ملت هندوستان روابط بسیار قوی و طولانی داره. این که تقاضای پاکستان از ملت افغانستان
تقاضایی که داره که باید دولت افغانستان و مردم افغانستان با دولت این کدام رابطه نداشته باشه، اونا خواب دیدن. ما از دولت برادری و دوست خود هندوستان قلبا تشکر میکنیم. در قسمت سرمایه گذاری 100 میلیون دلار در بندر شاهجهان ایران که در قسمت صادرات و واردات افغانستان سهولت میاره، ما ممنون هستیم. ما به خاطر داریم که دولت هندوستان دائم برای مردم افغانستان بسیار سخی و مهربان بودند. و باز هم ما این ابلاغ میکنیم به دولت پاکستان که از قتل و قتال برادران افغان ما جدا دست بکشن و ما از برادرای طالب خود تقاضا میکنیم که برادرها این مبارزه تان مبارزه است که نه تنها افغانتان را ضعیف میکنین، افغانتان را زجر میتین، کدام مفاد بر شما نمیرسه. خواهش دیرنجرگه، خواهش مردم افغانستان از شما برادرای طالب ایست که بیایید داخل افغانستان، یک افغانستان واحد، افغانستان مرفع و افغانستان قوی را ایمار کنین. باز هم من میگم که از شما برادرای طالب ما خواهش داریم داخل افغانستان بیاین، یک افغانستان قوی و مرفع را آباد کنین. کارهایی که دولت آیسای پنجابی میکنه در طول تاریخ ما شاهدش نبودیم. مثلا ارسال کردن 1800 کیلوگرم مواد انفلاقیه در داخل افغانستان برای از بین بردن برادرای ما، خوارای ما و مملکت عزیز ما. ما از کرزای صاحب خواهش میکنم که این موضوع را باید به ملل متحد راپور میداد و از وزارت خارجه این موضوع را باید بیانیه ایراد میکردن و از نماینده افغانستان در ملل متحد وظیفش بود که موضوع را به اطلاع تمام جانیان میرسانید. اما این موضوع کدام تبلیغاتی نگرفت. شما بفهمید که اگر دولت آیسای پنجابی موفق شود که به این اندازه مواد انفجاری را داخل کابل بسازه، یک بدبختی بالای مردم افغانستان خواهد آمد. به این ترتیب ما از برادرها و خواهرای خود از سر تا سر دنیا شکرگزار هستم و ممنون هستم که ما را لایق دانستن که به کاندیدی ریاست جمهوری ما خدا انتخاب کنیم. ما میریم در داخل خود افغانستان با کمک خداوند جل جلاله، ما با بزرگا و برادرهای خود صحبت خورد کردیم، هر چیزی کنو هم پیشنهاد کردن همو کار خاتمه کردیم. یک نکته را ما باید ذکر کنم که دیرنجرگه، اولا ما برای تمام اشخاص بزرگی که باعث مشاور با دیرنجرگه کار میکنن، رؤسای دیرنجرگه، اعضای دیرنجرگه، برای فرد فردان تبریک میگم که شما را ملت افغانستان لایق ازی دید که شما بالاترین سمتی که از نظر قدرت در افغانستان است، شما با او بایسی، ما بایسی رئیس جمهور و شما بایسی اعضا برای مردم افغانستان خدمت کنید. مردم افغانستان در طول 4 سال دیدند که ما بغیر از صداقت و راستی و خدمت
با مردم افغانستان کار دیگری نکردیم. ما از نقطه بین المللی و از نقطه ملی ما توانستیم چیزی که در توان ما بود او کارها را انجام بدیم. موضوع دیورن موضوع بی‌عدالتی برای مردم افغانستان است و این ما دائما گفتیم که دیورن مثل از اینکه کلی خانه ما در دست پاکستان است و این پاکستان تا حد اعظم میخواهد که از خون افغان مفاد اقتصادی ببره. من فکر میکنم که وقت پاکستان پوره شده. ما پاکستان را به تمام ممالک دنیا افشا کردیم. مردم افغانستان و خود افغانستان دیگر توانایی نداره که افغانستان در صدد پاکستان در صدد تخریب مزید افغانستان برایه. پاکستان باید از هندوستان یاد بگیره که دولت رفیق دوست ما هندوستان 100 میلیون دلار برای آرامی مردم افغانستان و رزی که تاجر ما تاجر ملی ما بتونه که امتی افغانستان را صادر کنه و وارد کنه در بندر ایران، در حالی که هندوستان پاکستان حق ما را دارایی ما را زیر کنترل داره. بندر ماست، خاک ماست. اگر دولت پاکستان با اساسات دینی مقدس اسلام عقیده داره باید با مردم افغانستان و دیورن جرگه در تماس شوه و می خواهیم که این معضله ملی خود با پاکستان حل و فصل کنیم. دیگه ما فکر میکنم که آل وقتی آمده که صلح در منطقه برقرار باشه، کشت و کشتار بس است و ما از ارشادات دین مقدس اسلام استفاده کنیم. اتحاد، برادری و اخوت بین دو مملکت با وجود بیاریم. من نمی فهمم که دولت پاکستان تا چی وقت این جنایات خود در مقابل مردم افغانستان ادامه می ده. اما قراری که ما در افغانستان با هموطنان صحبت کردم، تمام برادران و خواهران در افغانستان در مقابل اعمال ناشایسته آیسای به ستو رسیدن. اگر فضل و مرحمت خدا شوه و ما موافقت کنیم که خدا به سمت ریاست جمهوری ملت افغانستان انتخاب کنیم، کاندید کنیم، انشاءالله تمام شرایط ما یک وعده میتم. پلانایی که ما آماده و تکمیل برای خدمت به ملت افغانستان تدارک کردیم و تدارک خواهد کردیم، باور کنین که افغانستان در مدت قصیر المدت از این بدبختی نجات خواهد داد. چرا؟ دولت و ملت یک جای خدمت خواهد کرد برای پیش برد منافع همه. توجه ما و توجه شما ای باشه که شخصی که در رأس کار می آید توانایی را داشته باشه که در مقابل پاکستان و ایران منافع ملی افغانستان نجات داده بتانه. یکی از چشم دیدایم این بود که
چند روز پیش که کرزی صاحب با جان کری ملاقات داشت و خبرنگارا سوال کرد از جان کری که اگر پاکستان بالای افغانستان حمله کنه شما چی خواد کردین؟ و آقای جان کری گفت که حال فعلا عساکر افغانستان بسیار قوت پیدا کرده و ما کوشش میکنیم که اگر ما غلط نکرده باشم ما کوشش میکنیم که افغانستان یک افغانستان بسیار قوی شود و بتانه از خود دفاع کنه. و کرزی صاحب همونجا بود و ما فکر میکنم که جاش بود کرزی صاحب که خودت از آقای جان کری تقاضا میکردی که شما در امریکا هستین، ما اصلی سقیله نداریم، ما چطور میتونیم که این کار را انجام بدیم. و دیگه ای که این اپورچونیتی ها و این چانس هایی که بر مردم افغانستان مساعد میشه، کرزی صاحب شما میتونین که ایره با منافع مردم افغانستان تمام کنین، به این معنی که 85% مردم افغانستان فعلا گرسنه هستن، غذا ندارن که بخورن، آرامی فکری ندارن، از نظر صحی توانایی ندارن که خود را تداوی کنن. ما فکر میکنم به عوض از این که شما زیاد توجه کنین که زندان بگرام تسخیر کنین یا به کنترلتان بیاید، ما فکر میکنم که شما تقاضا میکردین که چطور سطح زندگی مردم افغانستان بالا بره، چطور ما بتانیم که از ممالک ناتو و امریکا پول نقد دریافت کنیم تا ما بتانیم برای اشخاص بی بضاعت خود، برای بیوه های خود، برای اطفال خود، برای یتیمای خود و برای معیوبین خود ما کمک کنیم. اغلب پول ها در جیب چند شخص محدود رفت، سایر مردم افغانستان در بدبختی زندگی میکنه. ما به خاطر دارم وقتی که افغانستان بودم بعد از افج شام شما حتی تنفس نمیکردین در کابل از خاطر خاکباد. پولایی که ما به دست میاریم باید در قسمت بیبود صحت مردم افغانستان به خرج بره. خب به هر صورت ما نمیخوایم که در این قسمت زیادتر ما صحبت کنیم، یعنی هر کاندیدی که میایه باید صادق به ملت افغانستان باشه و این کرسی را تنها نظر به آرزوی شخصی که معتبر بوده و پیسه هم داشته و به دولت امریکا هم یا بر جایی که کار کرده تنها یکی از آرزوهایش باشه که رئیس جمهور شوه. ما برای مردم افغانستان، برای خواهرها و برادرهای خود پیشنهاد میکنم که این بار ما و شما باید همه دست به دست هم داده شخصی که بتانه خدمتگار مردم افغانستان باشه و در 3 یا 4 سال گذشته توانایی از ایره داشته بوده که برای منافع والای افغانستان قدلم کرده باشه، نه ای که شرایط ریاست جمهوری مساعد شد و او شخص خود کاندید ریاست جمهوری بسازه. باز هم با وجود آمدن یک شرایط نامناسب توسط این شخص یا اشخاص، چاره مردم افغانستان خصوصا بی بضاعت، سرسفید، بیوه، یتیم نخواهد شد و باز هم مردم افغانستان در بدبختی زندگی خواهد کرد. یک نقطه را که ما میخواهیم که
ذکر کنم وقتی که ما در مکتب بودیم به اصطلاح ما تاریخ میخواندیم، تاده و افغانستان من فکر میکنم که در حالت گذاشته شده که توجه مزید به غریب نشده. مثلا امی مثال شاه محمود خان که مرغا را مثال آورده بود که اگر شما مردم افغانستان را با مرغ مقایسه کرده بود یا فیل مرغ، اگر شما فیل مرغا را گرسنه نگاه کنین شما هر چی میتونین بالایش کنین، اگر اینا را سیر نگاه کنین هیچ کدوم توجهی به شما نمیکنه. و این فلسفه دولت افغانستان بود تا بسیار وقت زیاد. ما فکر میکنم که این فلسفه یک فلسفه استعماری بود و منافع والای مردم افغانستان در نظر نگرفته بود. روی میلت مردم افغانستان فعلا این بدبختی ها را تجربه میکنن. شرایط فعلی دنیا و انقلابایی که در سر تا سر دنیا آمده، چرا افغانستان از اونا مجزا باشه؟ باید مردم افغانستان هوشیارانه حرکت کنن و ببینن چیزی که به منافع ملیشون نباشه باید بر ضدش حرکت کنن. به این ترتیب ما گفته میتونیم که افتخارانه اعضای دیرنجرگه یک چیز در نظر خود داره، منافع ملی و والای ملت افغانستان است. ما از شما قلبا تشکر میکنم که به صحبت های ما گوش کردین. امید است بعد از آمدن از افغانستان ما به شما خبرهای خوش را بیاریم و ما بتانیم که مصدر مزید خدمت به مردم شریف و با افتخار افغان شویم. ما میخواهیم باز کلیپ های نشان بدیم که در امید جریان خدمت هایی که برای مردم افغانستان کردیم شما نمونه از او را ببینین. لطفا با ما باشین، اگر شبه که همون کلیپ ها بانیسه. Yo, my child, you're a good son. Well, I found out the bell.
فنو زول نیپو لرنی کم غلامانو زمالم پچول جهان کو سیمات دل خانیپو مکل فنو زول نیپو لرنی کم غلامانو زمالم پچول جهان کو مقابل وایت هاوس هستیم، موتر پارک کردیم اینجا. میخواییم که با پیغام خدا برای تمام مردم بدیم. پارک وایت هاوس هست. در پیشروی وایت هاوس است می مخانه کنیم یک فلم گیری کردیم و مسیج قدر برای و با ما میتیم
نقش تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mir Matin.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو خورو ورونو خراغلاست. ای دایی ملی مربوط یک شخص یک نفر نیست، ای مربوط تمام برادرها و خوارایم است. کوشش، هدف و مرام ما ایست که ما بتانیم توسط دیولنجرگر اتحاد و اتفاق ملی بیاریم که هدف و مرام ماست و فعلا توسط همی اتحاد ملی ما میتانیم که صدای خدا به گوش جمعی بین المللی برسانیم و بگوییم که شما در افغانستان حضور داریم، این موضوع، این پرابلم، پرابلم 170 ساله ماست. ما کوشش میکنیم شما به این صدفی این معضله ما را حل کنیم. ادعای ما ایست که این خاکا دوباره با ما مسترد شود و ما میخواهیم که امرای خوارا و برادرای خود یک جا شویم. با کمک خداوند متعال و با کمک شما خوارا و برادرا این کوشش ما جریان خواهد داشت. از 40 سال بدین سو نبرد در برابر روسا و دیگر کشورها و منونهای مختلف در کشور ما ادامه دارد. جنگی که در آن میلیون ها نفر به شهادت رسیده و میلیون های دیگر سرزمینی زیبایشان را ترک نموده و ممالک بیگانه و همسایه ها مهاجر گردیدند. بزرگ نیاکان شما شاهد است. تا به امروز نشد هیچ کس کامیاب سر من. اگر رب قدرتی بود آمد و دادم سبقی رفت و نگشت. خاک افغان محال باشد بر دست دیگر. فتح روی من چدیدید آسان نبود. رنز را خواهی خود درمل ورسرنشتا کور دوران شد ناپوه طبیبانو چه کابل او کندهار عزتمن نشی پا ولاک عزتمن شیف خوریانو. پا داسی حال که دلتا پا دی زیکرا گنشویو چه دلر و بر افغان د خوری په هر انچه خوره باندې د پښتانه افغان وینه داسې په بیرحمۍ باندې بهیږي چې نه په تیرو تاریخونو کې مثال و نه په اوسني تاریخ کې مثال شته. او د یویشتمې پیړۍ هغه انسان دوسته تنظیمونه، هغه انسان دوسته سازمانونه په دې خبره چپه خوله دي چې په ممندو کې خلک په قبرونو کې نستو ستړی شه، په وزیرستان کې خلک د ماشومانو په خښولو ستړی شه، په هلمند کې د سپینګرو په وجلو او په خښولو باندې دنیا ستړی شوه، په جلال آباد کې د پښتنو بچو وجل کیږي. او اوس هم موږ په دې فکر کې یو چې د ډیورنډ کرښه ومنو که ونه منو. دا خلک چې زموږ بچی لالی دا خلک چې زموږ وطن ورانی، دا خلک چې زموږ مکتبونه ورانی، دا خلک چې زموږ سیاسي مشران وژني، د دې واحد لامل دا دی چې دا خلک افغان وطن ویشل ساتل غواړي، چې د دې وطن د تپوس کوونکو خولې بندې کړي. دا ځای په دې خاکه کې ما وکتل چې په یو وطن باندې 10 کاله جګړه تیره شي، د 10 کاله جګړې په نتیجه کې پروفیسران او ډاکتران او انجینیران نه پیدا کیږي، دغه ډونګ جنگ سالاران پیدا کیږي. دا د هغه جګړې نتیجه ده. نور دا سندرې موږ ډېرې ویلې دي چې که کابلی دی که پېښورۍ دی، یو مې ځیګر دی بل مې زړګی دی، ما په ما وژني کافر هنر دی، هلته م زمرم دلته م زمرم، ملالې څه شوې ځکه زما نه خو دم وتی دی، ملالې څه شوې، ټپکه پورته پښتون د ننګ په سندره پوی کا چې ستا په شور کې هم یو اثر دی، هلته م زمرم دلته م زمرم.
زما گریوانی ریخی ریخی که زما وجودی اندام اندام که ما پا ما وجنی پا ما کیامت ده پا ما محشر ده حل تم زمرم دل تم زمرم پا دیگه سه شکستا؟ شک زمان پا مخ کی تک کده پا دیگه طول پختان خبر دیده کسو نه خبر اوتی ده اوس تاسو یو کیگه؟ سر یو کیگه؟ نمس رو کاره Tell me Afghanistan. Bars it from Mujadad. من میخوایم یه شمعی از کارهایی که دیرانجرگه در چیزی کم چهار سال کردن با شما بگذارم و شما ببینین که برادرهای ما خوارهای ما بسیار زیاد درهای بدست آوردن حق مردم افغانستان زحمات زیاد را کشیدن که نتیجه شما دیدین و با سر چشم مشاهده میکنین. من میخوایم یک تلفن بگیرم بعد از او یک قسمت دیگه از کارهای خود به شما نشان بدیم. بله برادر گل بفرمایید. بلایی نستیم داشته باشید پیش بوری انشالله که انشالله ما دوست دارم که قدر موفق شایی که به عوض برسه که همه گوش کنه توره از صدای توره همه بفامه و احساس توره کل ملت افغانستان بفامه که برادر شما دوست دارم که صدای توره تک تک خاک افغانستان احساس بکنه که ملت افغانستان که خاک افغانستان احساس بکنه. زنده باشی برادر. ما همیشه میرم افغانستان پس میایم میرم سعی میکنم ادارای دولتی رو گوش میکنم سعی میکنم آقای کرزی آیسای برادر حساب میکنه آقای کرزی ایران برادر حساب میکنه در صورتی که ایران و پاکستان که موتور از هم جدا کرده که موتور خاک موتور گرفته که بعدم احساس نمی کنم که هیچ کی نمی هیچ فردی احساس نمی کنم داخل افغانستان. من نیشه میرم سعی نمی کنم هیچ فردی احساس نمی کنم که خاک موتور کی گریفت کی موتور در سر موتور می زنه که موتور کی از هم جدا می کنه که خون موتور از هم کی جدا می کنه که هیچ احساسی نیست که خدا راستی در افغانستان که میرم که برادر گفتایتون خلاص شد. بسیار زیاد تشکر از تلفن شما بگوی خدا وکیلی من وقتی عرفای تو رو گوش میکنم به قدر دیق میشم میگم خدایا یکی هست که از احساس افغانی استفا میکنم. بله گفتاریتون خلاص شد برادر. بله بسیار زیاد تشکر. انشاءالله من میگم تا که تو زنده باشی انشاءالله احساس و عیسیت و آبروی هستی انشاءالله در کل منطقه افغانستان در کل خاک افغانستان بپیشه که همگی افغان باشه که لطف دی برادر زنده باشین. بسیار زیاد تشکر برادر از تلفونتان. باشه تشکر از شما از احساساتتان از وطن پرستیتان از افغانیتتان که اینقدر کوشش میکنین تکلیف میکشین. من افتخار میکنم ما از وجودم از تمام خون بدنم افتخار میکنم که آقای متین هست که صدای افغانیت به جهان میرسانه. زنده باشی برادر وظیفه تمام ما شماست برادر. لطف کردین از تلفن رو تشکر برادر. بسیار زیاد تشکر. انشاءالله خوش باشی انشاءالله همیشه موفق باشی انشاءالله یک وقتی شمه که بیاید افغانستان هم دیگر ببینیم انشاءالله به خدمتتان میرسم به زودترین فرصت انشاءالله. انشاءالله ما افتخار میکنیم که آقای متین داریم ما. زنده باشین برادر. بسیار زیاد تشکر برادر گرامی. خدا حافظ. السلام صاحب. السلام علیکم برادران خواران عزیز. ما میریم با یک اعلان تجارتی باز پس خدمتتان میاییم.